خب دوستان بزرگوارم، مدت مدیدی بود، مدت مدید یعنی طولانی بود که اینجا ما کشتی و قایقی نمیدیدیم که روی دوناب هرچی دلتو میخواد دانیوب واسته، چون معمولا چه بادی هم بیاد نمیدم حالا صدا ما چجوری بشنوین، ولی شما همونجوری که میبینی الان بالاخره یه چشم ما روشن شد بعد از تقریبا یک سال و نیم. یکی دو تا کشتی اینجا دیدیم، چون من معمولا میام اینجا قدم میزنم، اینجا دانوبه، اینجا دانوبه، ما بالاخره چون که یک کشتی دیدیم، این کشتی از اون کشتی تفریحی هستم به حساب که بین کشورهای آلمان و اتریش و مجارستان و بلغارستان، بعض وقتا رومانی، همینجی این دانوب از 11-12 تا کشور میگذره، اینجا ها رفت آمد میکنن، ملت این کابینا رو میگیرن. یعنی اون بالا چند نفر تو آفتاب چیز کردن، لم دادن، ولی که یه خانم هم که واسه جلو پنجرش، اینا تو این کابینا هستند و از این شهر به اون شهر میان نگر میدن، معمولا روزا شب هم نگر میدن، میان کنسرت و تئاتر رو به هر سال شام خوردن و رستوران اینجور جاها، یک دو روز مثلا تو وین، یک دو روز تو آلمان، یک دو روز تو از کجا میگذره دیگه، مثلا از بوداپست که خیلی هم قشنگه، بوداپست از اونجا میگذره و بعد معمولا 3-4 روزه است، بعد هم یک هفته ای. به هر حال مسافرت خوبیه. اینجا که این خانم اندار میچرخه با سگش از خودش تندتر میره. خب اینم یک جوره زجر دادنش سگاستی، تو با اون تایرت بود رام روی سگ بدبختم دنبالت بدوه، من موافق این کار نیستم. یک دفعه حتی سر این کار دعوا کرد که همین بیان با یک پسر نزدیک بزن دهنم رو سرویس کنه، دیگه از اینجا به بعد خودم رو قاطی نمی کنم. راستش چی کار دارم بابا؟ ببین به این کشتی هست، ببینین آدم همون بالا نشستن و مشغولن و به هر حال دیگه دیگه باز کرونا یه خود رفت شده، ولی کشتی هم دیگه من اجازه ندارم که اون ظرفیت کاملشون رو مسافر بزنم، فرضی مثلا 50%، 70% اینجوری دیگه. ولی خب مسافر هم همه باید تو اتریش که اینجوری قانون باید همه چیز داشته باشه، یا که تست کرده باشن، یا اینکه واکسن زده باشن، و یا اینکه گرفته باشن مرض رو. تازه اون گرفته باشن هم ول کردن، شما باید تست کنی که مریض نیستی، بعدم واکسن زده باشه. همه مهمتر هم این واکسن زدنه که هر کی اونو داشته باشه دیگه میتونه سوار شه. اینجا این کشتی اسمش ویکتوریاس، یکی هم که پرنسسین سیسی که الیزابت که به حساب چیز اتریش بوده، قیصر، زن قیصر اتریش بوده، خودش هم مثل ملکه اتریش بوده، اینجوری بگم بهش میگن کایزرین، این ملکه اتریش بوده و خیلی هم خوشگل و پرطرفدار. و بچه ها معمولا همه عاشق سیسی هستن، فیلم هاش هم که هست دیگه، دختره من هم همیشه عاشق سیسی بودن و دوست داشتن که هر سال تولدشون تو قصر سیسی که اینجا تو وین هست، قصر تابستونی سیسی، اونجا جشن تولدشون رو بگیرن. یکی دوبارم گرفتیم و دیگه بعد خدا رو شکر زد دادن، چون که زیادم ارزون نبود این داستان. حالا بعد اینم که کارخونه کشتی هنو بگیم سلام علیک کنیم باشون، ایران میگفته خدا قوت، خسته نباشین، من اینجا هرچی فکر میکنم هرجور ترجمه کنم خسته نباشین و خدا قوت و اینا جور در نمیاد که به اینا بگم. بعد نگاه خواهی این سیمو میندازن و حالا چه برنامه دارن به من جد مربوط نیست. اونم که کاپیتان و الله خدا و اونم که کشتی و کوسترپول و اوکی اینا اینجاست، این پرنسسین سیسی گفتم، اونم بالا هستن دیگه، کاپیتان اونجا واسده خیلی کاپیتان و چیزه اون کشتی غرق شد. چی بود؟ اینجا ببینیم که داستانش چیه، لنگر داره میزه، کنگر خورده و لنگر میندازه اینجا. اینم که دانوب خودمونو به دیگه دیدینو چیشو نشون دادم، دانوب اون وسط
اونجا که می درخت سبزه اونجا بهش میگن دانو اینزه، یعنی جزیره دانو. جزیره دانو یعنی اون برش هم باز دانو هست، اینو وسط دانو به این جزیره درست کردن که معمولا جشن رو اینو میگیرن. و وقتی یک دانو اینزل فست، یک جشن اوپن ایریه که هر سال میگیرد، این دو ساله به خاطر کرونا نمیتونن بگیرن، اونو که میگیرن که همین دانو اینزل سر تا سرش جشنه مختلف خواننده ها میخونن و هر حال دیگه سرگرم میدمشون گرم. دوستان دم همتون گرم. تا ویدیو بی خود بعدی شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. شاد و تندرست باشید.